خبرگزاری فرانسه، ژنو، 14 مارس 2014. روز جمعه مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو گفت: ما خواهان مداخله ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای لغو فوری محاصره پزشکی و قضایی در کمپ لیبرتی هستیم. وی همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات مکرر علیه ساکنان و قتل عام اول سپتامبر 2013 در کمپ اشرف در عراق شد که منجر به قتل 52 تن گردید. مریم رجوی اعلام کرد: یک تحقیقات حداقل الزام برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی است. او خواستار آن شد که موضوع ساکنان لیبرتی به شورای امنیت سازمان ملل برده شود. خانم رجوی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: آمار اعدام ها به رکورد جدیدی طی 25 سال گذشته رسیده و این در حالی است که رئیس جمهور جدید رژیم حسن روحانی خود را اعتدالگرا می نامد. خانم رجوی گفت: حداقل 176 اعدام از شروع سال 2014 اعلام شده و دست کم 3 تن از قربانیان افراد زیر سن قانونی در زمان دستگیری بودند. در کنار او ژان زیگلر، کارشناس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر از سوئیس، بی‌عملی جامعه بین المللی در قبال سیاست‌های دو رژیم ایران و عراق در جلوگیری از ورود مواد غذایی برای کمپ لیبرتی محل استقرار اشرفی‌ها را محکوم کرد. این کارشناس سوئیسی گفت: اینکه افراد غیر مسلح را گرسنگی بدهند یک جنایت جنگی است. وی خواستار استقرار ناظران سازمان ملل و همچنین اعزام نیروی کلاهابی به لیبرتی شد. در این کنفرانس برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه سابق فرانسه، نیز شرکت داشت و تشدید نقض حقوق بشر در ایران را در حالی که قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده اتمی مذاکره می‌کنند محکوم کرد. خبرگزاری سوئیس ATS 14 مارس. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه خواستار یک تحقیقات مستقل از سوی سوئیس در رابطه با حملاتی که به اشرف و به کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد صورت گرفته شد. مریم رجوی اعلام کرد: یک تحقیقات حداقل الزام برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی است. Emmanuel Kouchner qui était avant tout à Genève pour défendre les opposants iraniens réfugiés dans le camp d'Ashraf en Irak, un camp qui a subi des attaques meurtrières à la fin de l'année dernière. Bernard Kouchner. Il y a eu 52 morts et 7 otages qui ont été enlevés, dont 2 femmes. رادیو سوئیس روماند، رادیوی فرانسوی سراسری سوئیس، 14 مارس. برنارد کوشنر، وزیر خارجه سابق فرانسه، امروز در ژنو بود. قبل از هر چیز برای دفاع از مخالفین ایرانی که پناهنده در کمپ لیبرتی در عراق هستند. برنارد کوشنر میگوید 52 نفر کشته شدند و 7 نفر به گروگان گرفته شدند. ارتش عراق نمیگذارد که کامیون‌های مواد غذایی وارد لیبرتی شود و اکنون سلاح گرسنگی را علیه حدود 3000 نفر در کمپ لیبرتی به کار می‌گیرند. همه اینها به این خاطر است که یک همدستی میان رژیم شرم‌آور ملاها که داریم با آن در مورد سلاح هسته‌ای مذاکره می‌کنیم و رژیم مالکی در عراق وجود دارد. در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، هرگز این میزان اعدام به ویژه در ملأ عام، آن هم در دوران ریاست جمهوری روحانی که گفته می شود مدره است، صورت نگرفته است. خبرگزاری ایتالیایی آنسا 14 مارس 2014. در یک جلسه در سازمان ملل همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر، مریم رجوی سکوت سازمان ملل متحد علیه نقض حقوق بشر ساکنان کمپ لیبرتی را مورد انتقاد قرار داد. در این جلسه که توسط سازمان‌های فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، جنبش مراب و انجمن حقوق بشر بین الملل زنان حمایت شده بود، وزیر خارجه سابق فرانسه برنارد کوشنر، رئیس قبلی حقوق بشر یونامی تاهر بومدرا و آنتونیو استانگو از حزب رادیکال ایتالیا شرکت داشتند.
استانگو افزایش اسفناک اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد. او همچنین گفت حزب رادیکال ایتالیا طی یک فراخوان کتبی از شورای حقوق بشر خواستار تحقیقات توسط یک کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد کشتار پناهندگان ایرانی در اشرف و در کمپ لیبرتی شده است.